سلام، امروز قراره با تور گشت شهری کره جنوبی با چند تا از بچه‌ها که از ایران اومدن بریم کره رو بگردیم. من با مترو رفتم سئول و رسیدم به تور. این خانم داشت توضیحاتی در مورد تور میداد، جایی که داریم میخوایم بریم و این چیزا. اول اینجایی که رفتیم اینجا بود که رفتیم غذا بخوریم و ورودیش ببینیم چه شکلی بود. از این خونه‌های قدیمی کره‌ای داشت. امروز هم داره بارون میاد، خیلی فضای شهر خوشگل کرده. اینجا یه خیابونی که پر خارجیه و کلا مخصوص توریستاست دیگه، میتونن بیان لباسای هامبورگ و هم لباسای سنتی کره رو بخرن. و بعدش هم رفتیم به سمت جایی که هر کی میاد کره جنوبی باید حتما اینجا رو ببینه. سوار تلکابین شدیم، از همین اول بوی لیمین هون میومد. اگه گفتیم کجا قراره بریم ببینیم، بله، با تلکابین بالا رفتیم، از کوه رفتیم بالا و رسیدیم به یکی از نقاط بلند سئول تا برج نامسان رو ببینیم. حالا چرا این برج بوی لیمین هون میده؟ اگر شما اهل دیدن کی دراما باشین حتما اینجا رو تو کی دراما ها یا همون سریال های درام عاشقانه کره دیدین. این قفله رو اینجا میان کاپل ها یا همون زوج ها میبندن تا عشقشون ابدی بشه و اینجا به لیمین هون معروفه، چون تو اکثر سریال لیمین هون اینجا رو نشون میده. اگر موقعی که اولین برف سئول میاد با عشقت زیر برج نامسان اولین برف سئول رو ببینیم، عشقتون ابدی میشه. بعدم دوباره با تلکابین برگشتیم و این دفعه رفتیم یکی از قصرها رو ببینیم. این قصر هم اگر شما سریال عاشقان ماهو دیده باشین این صحنه براتون آشناست. چند تا خونه قدیمی کره کنار هم دیگه است، بریم توش و چند تا رو ببینیم. این هم چند تا از اتاقاست که اتاق وزیر رو نمیدونم جای خواب ملکه و البته اینا رو نمیدونم دقیقا، ولی چیزای جالبی داشت. این اتاق مثلا پذیرایی بود که میوه چیده بودن و اینجا هم چایخوری بود. اینا هم فکر کنم برای عسلی که اینجا گذاشتن و خسته و کوفته با همسفرام که مشاهده میکنین، دوتا خانم خوشگل ایرانی رفتیم شبای هان ریور رو ببینیم. ساکورا همون درخت‌های شکوفای گلاس در اومده و اینم وافل. چند تا از غذاهای خیابونی کره‌ای رو بچه ها تست کردن که خوششون اومد و بعدم از شب‌های هان ریور با موسیقی شد.